سلام سلام، امروز داریم میریم پارک اومگا که حدود 2 ساعت تا مونترال فاصله است. اینجا هویج میفروشه، یه بسته هویج $3.25. ما از قبل بلیط آنلاین خریدیم، فقط اینجا کارت واکسن تو چک میکنن و اینکه کارت شناسایی هم همراهتون باشه. یه نقشه بهتون میدن، طبق اون نقشه میرین جلو. اینجا هم قسمت ورودی پارک هستش و اولش فروشگاه و دستشویی هستش، بعدش دیگه میتونید طبق نقشه بری جلو. اینجا حیوونا میان، بعد بهشون هویج بدی، میوه بدی. کلن توی این پارک کسی پیاده نمیشه از ماشین، حیوونا آزاد هستن. آخه انقدر که اینا سیر شدن، یه سریشون دیگه اصلا نمیان غذا بخورن. رو زمینم براشون ذرت ریختن، فکر کنم ذرت ها رو بیشتر دوست دارن. آقا ما با خودمون سیب آوردیم، اینجا هویج خریدیم، ولی اینا بسی سیب رو بیشتر دوست دارن. نه یا سمت من، نه یا سیبو بیشتر دوست دارم. بهتر میخوام تنوع غذایی کامل بشه. یعنی سیبو بلعید؟ یعنی همه هویش خوری یه داری سیب بخور کنم. گرفت از دیگه داری. وای اینا خوش خوراکی. وای یعنی ها گوزن چی هن؟ حمله کردن ها، حمله کردن به ما. قلبان داره میزنه. داره پلاستیک سیبا رو میگیره. عزیزم دکتر جان صبر کن، الان بهت میدم. بیا بفرما. نخورد اصلا دیگه. سیب گشته. سیب بده. چرا اومده چی ندارم عزیزم، هیچی ندارم. اصلا رفت وقتی اینجور بهش گفته هیچی نیست. قربونتم هیچ، ببخشید بالا یادم. بده بغلی. من فکر کنم تو یه بوی خاصی داری، اینو از تو خوشش میاد. او مای گاد، تو رو خدا نه بری. ببخشید. اینا خانواده گرازها هستن، فامیلی هستن. احتمالا اون پدر و مادر و اون کوچولو هم بچه شون. آره این از رو زمین برداشت، این گشنش بود. یعنی واقعا بیا این بچه هست عزیزم. اینایی که میفته زمین رو میخورن گشنشونه واقعا. آقا تو ماشین ما بوی سیب پیچیده. اینا مثل این که خیلی سیب دوست میدارن میان. اینا تیمشونه، انقدر که خوردن اینا سنگین شدن توی این سرما، روی برفا لمیدن. اینم تیم ملی کانادا. اون بالا هم نشستن.
بوی سیب پیچیده. غذا نداریم بهتون غذا بدیم قشنگا. عجب گوزن شاخداری. الان این قسمت اینا هم گرگن، ولی گرگا پشت این توری هم. آخه گرگا رو ببینی توی این سرما. ببین گرگا مثلا توی مثلا ممکنه توی ایتل سر بشه قاری چیزی بده. او اومد دواشون شد. مثلا اینجا قاری چیزی بده شده بده شده. اینا هم روبا هست. روبا مکار که میگن اینا این روبا چقدر شیطونه نسبت به گرگ. اینا روبا روبا هم خوشگله. آره روبا ها چقدر شیطونه. اینا روبا هن خیلی بازی گوشن. دقیقا خوشگلم هستن. اون سفیده رو ببین. اینا رو که میبینین اینا لونه روباه هاست. توی سرما احتمالا میرن توی لونه ها و میخوابن، پس یعنی بیرون نمیخوابن که یخ بزنن. اینا هم کقیبا هستن. صورت هاشون شکل شطوره. آخه این چقدر استخوناش، این چی شاخاش نازکه. چرا به اینا نمیشه غذا داد تو توری هم؟ اینا گاب هم فکر میکنم، از این گاب های شاخدار. دوازده میبینی؟ دیگه داریم خارج میشیم. این حیوان های آخری گناه دارن، بسی گشنن. هر هرچی حبیج و میبه داشتن به اولیا دادن. چشم رو میگه اینا اون جهان سومی ها هستن که گوش نشینه. اون اولیا جهان اولی بودن. آخه چقدر قشنگن اینا. معیار زیباییشون به نظر من بر اساس شاخهاشونه. آخه اونا هم آهو هستن. چقدر گراز زشته. همون دیگه اون آهوه. دوست شاخ دارم. آهو واقعا قشنگه. آخه گوزن دوست میدارم البته، ولی آهوها رو آهوی باعده بیدارم. خیلی خوشگله. اینا هم یه خانواده هن، احتمالا مادر و پدر و خواهر و برادر و عیال بارن. آخه بیا آهو. اینا بوغلمون ها؟ کرکسه. چون بیریخته من میگم کرکس. این کارتونی بود لاشخورا میومدن. من اینقدر از اونا میترسیدم. احساس بکنم اینا شکل همونا. چند
خانواده گرازها. این یکی شاخش شکسته، نمیدونم چرا. خانواده گرگ های قطبی. قشنگه، چقدر خوشگله. یه سگی هست، نژاد اون سگ سینا چیه؟ مثل اون سگ است. اوه هیچ کس اینجا، ولی ببین خانواده آهوها. روباه قشنگ نقره‌ایه. چقدر این خلخالی ها خوشگلن. ببینم مگه آهو شاخ داره. عزیزم آهو شاخ دارم. سلام، بونجو. آهو دادم. چقدر قشنگی. و پایان مسیر. خوش گذشت. اینا ماشیناییه که اگر که کسی نخواد با ماشین خودش بره داخل، اینا تور دارن داخل خود این پارک. ولی مثل اینکه زمستون و الانم به خاطر کووید کار نمی کنن.